سلام و درود مهربانم. تو شرایطی که طبق آمار از هر 3 نفر یه نفر کبد چرب داره، از هر 7 نفر حداقل یه نفر دیابت داره، میلیون ها نفر پیش دیابتی داریم، میلیون ها نفرن که از دیابت خودشون خبر ندارن، و این همه بیماری های مختلف نشون میده که ما تغذیه‌مون، تغذیه عموم جامعه‌مون افتضاحه، ما رو داره به سمت بیمارتر شدن میبره. مصرف این همه قند ما رو داره بیمار میکنه، بیماری های نگران کننده. قند که میگم منظورم قند و شکر نیستا، هر ماده‌ای که قند به بدن وارد بکنه، برنج زیاد خوردن، ماکارونی، نون، سیب زمینی، کربوهیدرات ها، حتی قندهای طبیعی اگر بیش از حد خورده بشه، این گلوکوز بیش از حدی که وارد بدن من میشه باید جذب بشه و تبدیل بشه به ماده که قابل جذب بشه. این فرایند تبدیل و جذبش به کبد فشار میاره و باعث کبد چرب و دیابت و اضافه وزن و کل بیماری های دیگه میشه. متاسفانه مصرف مواد قندی در جامعه ما به شدت زیاده، غیر متعادل زیاده. من تأکید میکنم، نمیخوام بگم برنج و نون رو نخورید، اصلا بحثم سر نخوردن نیست. حرف من اینه که داریم بیش از حد غیر متعادل و غیر متوازن مصرف میکنیم. به طور مثال صبحانه چی میخوریم؟ نون و پنیر. خب نون، مخصوصا این نون که درمش صحبت میکنم، قند زیادی داره. نهار برنج، با هر چی باشه اونقدر برنجش قند داره که همه رو خونسا میکنه. شب معمولا باز برنج و نون. این روند هی داره تکرار میشه. این 10 سال، 20 سال، 50 سال، 70 سال وقتی این روند تکرار میشه، قطعا بدن رو از اون حالت سلامت خودش دور میکنه، خصوصا تو این شرایطی که واقعا تغییر کرد. این برنج و برنج قدیم نیست، این نون با اون نون قدیم خیلی فاصله داره. اون نون سبوسدار با کیفیتی که به روش طبیعی تخمیر میشد کجا؟ نون با آرد سفید حاوی انواع مخمرها و جوش شیرین و انواع مواد افزودنی، این کجا؟ خیلی فرق میکنه. ما باید مصرف مواد قندیمون رو کنترل و مدیریت بکنیم. نمیگم حذف کنید، دارم میگم مدیریت بکنید. حرف من در این ویدیو اینه که اولا شما رو آگاه بکنم که ما داریم چقدر بی رویه قند میخوریم، نسبت به عواقبش باید هوشیار باشیم، بدونیم که خیلی از بیماری هایی که درگیرش شدیم یا درگیرش دور از جون خواهیم شد به خاطر همین بیدقتیه، و این که حالا باید چه کار بکنیم، چطور اینا رو مدیریت بکنیم، با چی ترکیب بکنیم، در موردش صحبت خواهم کرد تا حدی. ببینید، من به خاطر این قضیه خیلی مهمه رو خودم شخصا آزمایش کردم، مصرف مواد قندی و اثرش رو بدنم مدت هاست دارم بررسی میکنم از طریق سنسوری که رو بدن من نصب شده. در واقع یک تراشه که رو بدنم قرار دادم و به طور آنلاین میتونم تشخیص بدم که هر غذایی که میخورم چه اثری روی بدن من داره. این قندی که این غذا داره نوساناتش رو در واقع میتونم چک بکنم، و این تجربه خودم رو قصد دارم که برای شما به اشتراک بذارم. تجربه خودم در همین زمینه حدود 15-16 سال مراجعین مختلفی تو این قضیه داشتم، تجربه که داشتم و داده های روز دنیا رو سعی میکنم برای شما در قالب یه سری ویدیوهایی منتقل بکنم بهتون که دستتون بیاد. عزیزان، ما به قند معتادیم بدون تعارف. قدیم خواستن در مورد ضرر قند و شکر صحبت بکنن، میگفتن ما سم سفید، 2 نوع سم سفید داریم، یکی هروئینه، یکی هم شکره، که اینو هم وزن هروئین بالا میبردن. حرف بیراهی نیست، واقعا میتونه کشنده و بیمار کننده باشه به تدریج. این که میگم معتادیم، از شما میپرسم تا حالا شده برین کنار یخچال در رو باز بکنید و دنبال یه چیز شیرین باشید، دوباره اینه تکرار بشه در طول روز چندین بار، و نمیریدم سراغ بادام، میرین سراغ ماده شیرین مزه، ماده حاوی قند بالا. این اعتیاد شماست. اینو ما تا خیلی تجربه کردیم که به محضی که قند و شکر، این در موادی که قند و شکر زیاد دارن رو محدود میکنیم و کنترل میکنیم، دیگه این اعتیاد به ریزه خاری کردن، به هی سراغ یخچال و دنبال مواد شیرین رفتن از بین میره. نمونه خیلی واضحه و دم دستیش که دیگه خیلی دور نیست، فرزند خودم، پسر خودم، یکم داشت اضافه وزن میگیره، با اینکه تغذیش هم سالمه، ولی خب یکم پرخوری میکرد و اضافه وزنش داشت بیشتر میشد. همیشه هم عادت داشته میرفت سر یخچال دنبال چیزی بود که بخوره دیگه، حالا مثلا یک ماده شیرین مزه و خوشمزه هم دوست داشت که سریع انتخاب بکنه، و عادتی که خیلی از ماها داریم، و این حالتو داشت.
یه روز تصمیم گرفت یه رژیم بدون قند بگیره، رژیمی که کلا مواد غذایی قندی هضم میشه و یک مواد خاصی رو بعداً باهاش صحبت میکنم. خودش بدون اینکه بهش بگم، چون مثلا الزام و اجبار برای بچه‌ام که موارد ندارم، خودش تصمیم گرفت حدود الان فکر میکنم 24 5 روز شده باشه که این رژیمو گرفته و هیچ تقریبا هیچ ماده قندی مصرف نمیکنه، برنج نمیخوره، نون نمیخوره، مواد نشاسته و مصرف نداره. و اتفاق جالبی که افتاده دیگه، این بچه‌ای که دم به دم کنار یخچال بود چی بخورم چی نخورم غر میزد دنبال ماده اینجوری بود، دیگه اصلا این اتفاق نیفتاده. من یادم نمیاد که بره بالای یخچال تو این مدت و دنبال این ماده غذایی باشه. همون غذایی که میخوره کم شده، ولی بسیار غذای سیر کننده در واقع براش تنظیم شده که سیر میشه و میره باز تا وعده دیگه. این میان وعده اون ریزخاری حذف شد به همین راحتی. اینقدر مثل این داریم، اینقدر مثل این داریم. میدونم خیلی از شما تو این قضیه درگیر هستین، خودتون یا اعضای خانواده یا بچه‌هاتون خصوصا، بچه مخصوصا تو این قضیه. خب وقتی این بچه وقتی که این اتفاق براش میفته درگیر اضافه وزن میشه، اشتهای کاذب، خب اضافه وزن پشت سرش دیابت و چاقی و چربی خون و فشار خون و بقیه موارد. یعنی بچه‌ای که از همین الان ما داریم آمادهش میکنه برای بیماری‌های بسیار بزرگتر اگر جلوش رو نگیریم، جلوی این سیستم رو نگیریم. این مشکلی که جامعه ما درگیرشه خلاصه به خاطر نوع تغذیه بد داریم، درگیر قند خاری و اعتیاد به قند میشیم. قند که مشکلی که ایجاد میکنه، قند که میگم بازم میگم مواد حاوی قند و برنج و ماکارونی و نواد نشاسته ای و نون اینا همه شاملش میشه. مشکلی که برای ما ایجاد میشه اینه که ما درگیر نوسانات قند میشیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی مثلا من شروع میکنم به خوردن ماده بسیار شیرین، حتی شیرینی طبیعی ها، ولی خب شیرینی مصنوعی بیشتر تاکید دارم، شروع میکنم به خوردن یه بستنی به یک شربت، وقتی اینو میخورم قندم به شدت بالا میره، مواد قندی در گلوکوز زیادی وارد بدن میشه و با شیب بالا و بعدش هم یه افت شدید. نکته مهم این افتشه. وقتی که افت میکنه خصوصا برای افراد سالم، حالا میگیم دیابتی ها نگران بالا رفتن قندشون، بحث دیگه است. افرادی که دیابت ندارن و این اعتیاد به قند رو دارن، این افت بعدشه که به مشکل ایجاد میکنه معمولا. یعنی افتش حتی پایین تر از زمان قبل از خوردن ماده قندی میشه و درگیر افت قند میشه و همزمان لحظه دوست داره باز دوباره ماده قندی بعدی. گرسنه میشه، اشتهاش بیشتر میشه، اشتهای کاذب و دنبال باز خوردنه. این زمینه ساز پرخوری، اضافه وزن و چاقی میشه. یک سیکل معیوب. باید جلوش رو بگیریم. باید مدیریت بکنیم غذاهامون رو. خودمون و باز میگم مهمتر خانواده، این بچه‌ها نگاه بکنیم. نسل جدید به جایی که به صورت عمودی قدشون رشد بکنه، بیداره به صورت افقی در واقع تغییر پیدا میکنه. بچه‌ها دارن چاق میشن به جایی که قد بکشن. این مشکل و معضلی که جدیدن تو این نسل جدید به خاطر این نوع تغذیه سنتی، به خاطر حجم بسیار بالای مواد قندی ایجاد شده. خانواده باید جلوشون رو بگیرن. خانواده باید جلوی این قضیه رو بگیرن با تدبیر. من تأکید دارم، باز هم میگم، نمیگم حذف کنید برنج رو، حذف کنید نون، حذف کنید. حذف کنید چه بهتر، اشکال نداره. ولی سیاست کلی این نیست که کلا اینا از برنامه غذایی شما کنار برن. خودم برنج میخورم، نون میخورم، بقیه موارد میخورم. بحث مدیریت کردنشه که قصد دارم به شما آموزش بدم که این مواد رو با چیا ترکیب بکنید که اون عوارضش کمتر بشه. به طور مثال شما این ماده قندی شیرین مزه، حتی ماده سالم مثل عسل که میخورید، اینو وقتی همراه با یه ماده پروتئینی مثل ارده یا کره بادام زمینی ترکیب میکنید، دیگه اون جهش در واقع و اسپایک های قبلی رو نداره. خیلی متعادل تر و آروم تر در بدن آزاد میشه و باعث میشه که قند کنترل شده تری داشته باشه. این یه نمونه. این که با چه پروتئین هایی خورده بشه، اینا خیلی نکات مهمی که حالا من نمیتونم توی یه جلسه همه رو برای شما توضیح بدم. طبیعتاً تایم این ویدیو هم اجازه نمیده و این بحثم اصلاً در یک ویدیو قابل جمع کردن نیست. بعد یک سبک زندگی و شما بدونید هر غذایی چه شاخص گلایسمی داره. شاخص گلایسمی بحث خیلی مهمه. به معنی که اون ماده‌ای که شما می‌خورین قندش در چه حده و با چه سرعتی آزاد میشه و تخلیه میشه، اون قندش جذب میشه. این در واقع در قالب شاخص گلایسمی قابل بررسیه که خب مثلا میگم من تو میوه‌ها بین طالبی و ملون یه مقدار مشکوکه، کلا محصول نسبتاً جدیدتره، بعضی حتی گمان اینو دارن که دستکاری ژنتیکی شده و به هر حال چیز جدیدتری به نسبت طالبی که اصیل تره. من دو تا وقت ما هم مقایسه کردم، کلا ویدیوهاش براتون خواهم گذاشت،
خیلی محسوس بود فرقش. طالبی نمودارش اولا خیلی اسپایک زیادی نداشت، خیلی بالا نبود، قله بالایی نداشت و ملایم‌تر هم بود این شیبش. این برای بدن من قطعا سالم‌تره تا ملون. ببین در مورد شیرینی‌ها حتی سالم تونم صحبت میکنم، مصنوعی‌ها که اصلا بحثش جدا هست. اما در مورد مواد غذایی ناسالم و مشکل دار بحث دیگه اصلا نمیخوام واردش بشم، اون چیز دیگه است. حتی دارم در مورد بحث سلامت مواد غذایی میگم، در این حال که عسل، شیره انگور، شیره توته، اینا باید مدیریت بشه. بازم میگم معنی حذف از صحبت من برداشت نکنین، خواهش میکنم، نگران نباشید. دارم میگم مدیریت بشه که در طول روز خب چقدر از این ماده شیری مزه بخورم. و بحث چربی ها خیلی مهمه. وقتی مواد قندی رو ما با چربی ها همراه میکنیم میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه، حالا توضیح خواهم داد. ولی این نگرانی که الان ایجاد کردم برعکس، میگن که چربی نخوری، چربی ضرر داره، کبد چرب باعثش و بانیش در واقع چربی زیاده. نه خیر، چربی سالم این مشکل ایجاد نمیکنه. اون چیزی که مشکل ایجاد میکنه غیر از حالا بحث روغن های صنعتی و تراریخته و حاوی باقی مانده هگزان و ترکیباتی که در واقع اسید چرب ترانسپارات، اون بحثش جدا، غیر از این همین قنده. وقتی قند بیش از حد وارد بدن من میشه تو فرآیند چربی در واقع این و انباشت این چربیش، اصطلاح فرآیند گلیکوژن که اتفاق میفته، اینجاست که زمین ساز کبد چرب میشه. اینو باید در واقع دریابید. آدرس اشتباهی دادنه که چربی رو مقصر بدونیم. مقصر قنده، قند اضافه و نامناسبه. مقصر همین کربوهیدرات های بیرویه که داریم مصرف میکنیم. اینا باید در واقع مدیریت بشه. بازم تاکید دارم، من خیلی موافق حذف یک باره نیستم. پس با من همراه باشید که در قالب یه سری ویدیوها راهکارهایی خواهم گفت، حتی روش تهیه غذاهای جایگزین. حالا برنج رو دوست داشتین بعضی وقتا حذف کنید، یعنی جایگزین برنج داشته باشید. برنج می‌خورید، دوست داشتین بعضی وقتا حالا برنج رو حذف کنید یا کمتر بکنید. اگر هر هفته مثلا 7 وعده 10 وعده برنج می‌خوردین، دوست داشتین 3 وعدهشو برنج بخورید، 3 وعده دنبال جایگزین بودین، بهتون یاد خواهم داد که برنج رو چطوری در واقع جایگزین برنج پیدا بکنید، با چیا بپزید، با چه حبوباتی، با چه در واقع غلاتی که سالم‌تر باشه و اون جهش ها و اسپایک ها رو، اسپایک میگم منظورم نمودار، مثلا یه دفعه بالا میره پایین میاد. میگم مثلا من خودم توی شخصا از وقتی که اینو سنسور رو گذاشتم خیلی دقیق تر میتونم درک بکنم این اسپایک یعنی چی، حس بعدش یعنی چی، اون لحظه که قند به اوجش میرسه سرم یه احساس خاصی داره، یه پرفشاری خاصی احساس میکنم. اینا رو قشنگ برای خودم مشهود بوده. البته من دیابت ندارم، ولی این مکانیزم جذب قند به هر حال چیز مشترکه که میشه تو خیلی از موارد تعمیم داد به طور قاعده کلی. پس همراهی کنید، ویدیوهای بعدی رو ببینید، بحث‌های مفصلی خواهیم داشت، نکات دقیق رو خواهیم گفت که به کمک و همراهی شما پیش خواهیم رفت. من کلاً روشم نیست بگم که لطفاً لایک بکنید، نمی‌دونم سابسکرایب بکنید. شاید آخرین باری که این کار کردم 250-300 تا ویدیو قبل بود که این کارو انجام دادم. کلاً اصلاً کار جالبی نیست. ولی یک ویژگی قابلیتی که در واقع باعث میشه این ویدیو برای شما بهتر نمایش داده بشه، فعال کردن زنگوله است. چون تو الگوریتم یوتیوب یه مقدار ویدیوها ممکنه خیلی بالا دیده نشه. از این بابت اگه دوست داشتین ویدیوهای من از دست ندین و مطالب دقیق‌تر پیگیری بشه، اون زنگوله رو یا نوتیفیکیشن رو اصلاً فعال بکنید که خب تا ویدیو منتشر میشه شما بتونید ازش استفاده کنید و مطلع بشین در واقع. طبق روال همه ویدیوها یک چنل خوب معرفی بکنم برای آرامش ذهنی شما. من صحبتایی که داریم می‌کنیم بحث جسمی، فیزیکی، طبیه. بود فراتر از این و ماورای این قضیه که همه اینا تحت پوشش قرار میده، این آرامشی که در ذهن و در روح شماست که اینو باید در واقع اول از همه فکرش باشید. این اولویت داره. برای این همه این راهکار خیلی خوب پیشنهاد میکنم که چنل سلامت ذهن جناب پروفسور دانش رو ببینید. خیلی مطالب دقیق، تکنیک های خیلی عالی توش هست. همین چنل، هم چنل سلامت روح، چنل سلامتی، چند تا چنل مختلف تو همین محدوده و مرتبط با این قضیه هست که لینک این چنل ها رو تو دیسکریپشن میذارم. در موضوعات مختلف دیگه هم رابطه هست که ایشون خیلی جامع تو حوزه های مختلف در رابطه با بحث سلامتی کار کردن و میتونه به حال بهتر شما، به حس بهترتون، به زندگی سالمتر قطعا کمک بکنه. لینک اینا رو تو دیسکریپشن قرار میدم. طبق روال همه ویدیوهای کتاب خوب هم معرفی میکنم. یه رمانه، رمان نیکمن سفر به 2222، البته زبان انگلیسیه و برای عزیزان خارج کشور، خارج ایران هم قابل دسترسی در آمازون بارگذاری شده. اگر شرایطش داشتین تهیه بکنید یا هدیه بدین به عزیزی که علاقمند به مباحث هست. خیلی جذاب رمانش و خیلی ازش
نکات جالبی یاد گرفتم و چالش های جالبی داره. توصیه میکنم حتما خوندن این کتاب رو و امیدوارم که همیشه شاد و سالم و سرحال و پر انرژی و بانشات باشید. سالم و خوب زندگی بکنید. این خوب بودن رو علاوه بر خودتون تجربه بکنید، به دیگران هم منتقل بکنید. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدارتون.